وزیر امور خارجه عراق ضمن رد ادعای ایران درباره حضور دستگاه امنیتی اسرائیل موساد در شهر اربیل میگوید بغداد از اینکه تهران اقلیم کردستان را برای پاسخ به تحرکات اسرائیل انتخاب کرده متعجب است. سپاه پاسداران اواخر اسفند ماه گذشته اربیل را مورد هدف حمله موشکی قرار داد و آن را یک اقدام تلافی‌جویانه عنوان کرد. سوران خاطری از اربیل کردستان عراق گزارش می‌دهد. فواد حسین شنبه شب در مصاحبه‌ای با تلویزیون دجله گفت بغداد هیچ مدرکی به دست نیاورده که ثابت کنه اهدافی که ایران در اربیل بمباران کرده مرکز سازمان امنیت اسرائیل موساد بوده. منزل شیخ بازکریم 22 اسفند سال گذشته به بهانه آنچه وجود یک مرکز اسرائیلی عنوان شد هدف موشکباران سپاه پاسداران قرار گرفت. اقلیم کردستان به کلی این ادعا را رد کرد و خواستار تشکیل یک هیئت تحقیق با حضور ایران به منظور بررسی این ادعا شد. ایران هم با این خواسته موافقت کرده بود، اما به گفته فواد حسین هیئت ایرانی برای بررسی این موضوع هیچگاه به عراق نیامد. وی همچنین گفت که ادعای ایران مبنی بر این که این کشور پیش از آغاز حمله موشکی پرونده مربوط به حضور نیروهای اسرائیلی را برای نهاد اطلاعاتی عراق ارسال کرده ساختگی است و بغداد هیچ پرونده خاصی را در این زمینه دریافت نکرده. وزیر امور خارجه عراق در بخش دیگری از مصاحبهش خواستار عدم تکرار مورد حمله قرار دادن اقلیم از سوی ایران شد و گفت از اینکه ایران اقلیم کردستان را برای پاسخ به اسرائیل انتخاب کرده تعجب می‌کنیم. چهارشنبه گذشته نیز مناطقی بین کنسولگری جدید آمریکا و امارات در اربیل هدف حمله پهپاد انفجاری قرار گرفت. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کردند که رئیس جوخه‌های ترور موساد در این حمله ترور شده. شورای امنیت اقلیم کردستان در بیانیه ضمن رد این ادعا اعلام کرد که کتایب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران این حمله را انجام داده. البته کتایب حزب الله هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرد. در 3 ماه گذشته مراکز نفتی اقلیم کردستان هم هدف حملات راکتی قرار گرفتند. اربیل شبه نظامیان کارگزار ایران در عراق را به انجام این حملات متهم می‌کند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.